خان و آبی پوشان استقلال در ورزشگاه تختی انزلی برگزار میشه. امیدوارم یه بازی جذاب و دیدنی رو از هر دو تیم شاهد باشیم و هم تماشاچیای عزیزی که در ورزشگاه هستن و هم شما بینندگان عزیز و گرانقدر لذت ببرید از یک دیدار جذاب و دیدنی. خدمت دوست همکار محترممون آقای میرزایی عزیز هم عرض سلام دارم، همکاران محترممون در پخش شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران، همچنین همکاران پرتلاشمون در پخش شبکه باران و دوست خونه های مرادی. انشالله که یه بازی جذاب رو از هر دو تیم ببینیم. تا دلتون بخواد دلیل و توجیه وجود داره که این بازی یه بازی زیبا باشه بین شاگردان این مربی آقای فیروز کریمی و همینطور شاگردان امیر قلعه نویی. من اجازه میخوام بازیکنان دو تیم رو خیلی سریع خدمتتون معرفی بکنم و انشاءالله در طول گزارش توضیحات کامل رو در مورد برپایی این دیدار خدمتتون خواهم داشت. در تیم فوتبال ملوان ایمان صادقی دروازه‌بان هست، ابوالحسن جعفری، عزت الله پورغاز، پژمان نوری، مازیار زاره، جلال رافقایی، رضا اعتمادی، عزیز معبودی، محمد حسین کنعانی، فرزاد حاتمی و سعید یوسف زاده بازی میکنن. فیروز کریمی هم تو خدمتتون عرض کردم و میدونید سرمربیگری تیم سفیدپوش رو عهده دار هست. محسن فروزان اما سنگربان استقلالی هاست. محمد رضا خرسندنیا، حنیف عمرانزاده، امید ابراهیمی، سجاد شهبازاده، جاسم کرار، هرایر مگویان، یعقوب کریمی و همراه مجید حسینی، میلاد شیخ فخرالدینی و غلامرضا عنایتی دیگر آبی پوشان حاضر در میدان هستند. امیر قلعه نوعی هم اونها رو به عنوان سرمربی هدایت میکنه. احمد صالحی قاضی این میدان هست و آقایان رضا سخندان و محمد رضا امینی ایشون رو در امر قضاوت یاری میدن. تیم استقلال تا قبل از انجام این دیدار در مکان ششم جدول رده بندی بوده با 42 امتیاز و ملوانی ها هم 12 با 25 امتیاز و بازی برای هر دو تیم فوق‌العاده حساس و حیاتی است. عزت الله پورغاز میاد یه پرتاب بلند رو انجام بده، در اون محوطه جریمه برگشت توپ از حنیف عمرانزاده و توپی که به بیرون میره و از چند متر جلوتر و از فضایی مناسب‌تر پورغاز فرصت داره تا یه بار دیگه یه پرتاب رو انجام بده. ببینیم این بار پرتابش به چه شکلی خواهد بود. دورخیز زیادی هم نمی‌کنه، پرتابش خیلی بلند هست و فروزان موفق میشه توپ رو بگیره. با نتایجی که دیروز رقم خورد دو تیم باید این بازی رو از آن خودشون بکنن. استقلال اگر میخواد در کورس قهرمانی باقی بمونه باید این بازی رو ببره. ملوان هم زنگ خطر رو کاملا احساس کرده از تیم‌های پایین جدولی، اونها هم باید ببرن تا برای خودشون حاشیه امنیت رو به وجود بیارن و دغدغه سقوط رو نداشته باشن و همین بر جذابیت‌های این بازی انشاءالله که اضافه بکنه و یه دیدار جذاب رو ببینیم. طی سالیان گذشتم بازی این دو تیم همواره در انزلی زیبا بوده و البته پرگل هم بوده که امیدوار هستیم امروز همین اتفاق بیفته. سجاد شهبازاده به سمت چارچوب که توپ رو از آن خودش میکنه ایمان صادقی. در 10 بازی گذشته دو تیم استقلالی ها 5 بار بردن، ملوانی ها 2 بار، 3 بار هم بازی مساوی شده. اون دوباری که ملوان برده با نتیجه مشابه 4-2 بوده، در همین زمین هم اتفاق افتاده بردشون و کلن هم در انزلی دو تیم در چارچوب رقابت‌های لیگ 17 بار با هم بازی کردن که ملوان 6 بار برده، استقلال 4 بار، 7 بار هم بازیشون مساوی شده. اعلام خطا میشه، احمد صالحی خطا رو اعلام میکنه، نزدیک به صحنه هم هست. رضا اعتمادی رو در تصویر میبینید که چگونه حرکت میکنه و خرسندنیا بود که او رو با خطا متوقف کرد. سجاد رافایی توپش به بیرون میره و پرتاب برای آبی پوشان، بلافاصله برای امید ابراهیمی، اینم فیروز کریمی که میدونه سه امتیاز این بازی چقدر برای تیمش حیاتی است. و البته استقلال هم با نتایجی که دیروز رقم خورده باید این بازی رو از آن خودش بکنه. مازیار زاره توپش به ابراهیمی رسید، جاسم کرار در میانه زمین به دنبال
بازیکن تا توپ رو به او بسپاره، حرکت از شهبازاده رو سر توپ میزنه، ابوالحسن جعفری هم مقابلش هست، همچنان خود شهبازاده توپ رو ارسال نکرده و جعفری تم به یک ضربه کورنر میده. ضربه کورنر باید زده بشه برای آبی پوشان استقلال. رضا عنایتی رو در تصویر میبینید، طی یکی دو هفته گذشته مورد انتقاد برخی از هواداران استقلال هم قرار گرفته. رضا عنایتی خرید بدی نبوده، چند تا گل زده، اما به هر حال انتقاد کردن در محوطه جریمه و صادقی با نوک انگشتان خودش توپ رو باز هم راهی کورنر میکنه. دومین کورنر پیاپی آبی پوشان شکل میگیره. ببینیم این بار جاسم کردار که به این سمت میاد توپ رو چگونه روی دروازه میفرسته. باد شدیدی هم در ورزشگاه میوزه. دیروز یه روز بارانی بود، خیلی بعید بود که امروز هوا آفتابی باشه، اما اینگونه شد. زمین هم کیفیتش نسبتا خوب هست. حالا ببینیم فخرالدینی چیکار میکنه در محوطه جریمه. برگشت توپ از فرزاد حاتمی که تا اونجا عقب اومده و به یاران خط دفاعی تیمش داره کمک میکنه. حالا رافقایی از پشت میزنه اون رو فخرالدینی و بلافاصله هم خطاش اعلام میشه. سجاد شهبازاده با آقای صالحی صحبت میکنه، یه کارت زرد رو هم به فخرالدینی نشون میده تا اولین اخطاری این میدان باشه. میلاد شیخ فخرالدینی تصویر آسر ببینید که از پشت رافقایی رو زد و خطاش هم اعلام شد. این بازی کن پورقاس، کنعانی، جعفری توپ رو بلند میفرسته به پشت محوطه جریمه. رضا اعتماری ضربه سر و فروزان توپ رو از آن خودش میکنه. ترایر مگویان، حنیف عمرانزاده، مگویان صاحب توپ هست. امیر حسین صادقی و هاشم بیکزاده به علت محرومیت این دیدار رو از دست دادن برای استقلالی ها. حسرو حیدری هم که مصدومه به این بازی نرسیده. محمد آبشک از اون طرف قایب تیم ملوان هست. محسن یوسفی هم به همین ترتیب، او هم به علت محرومیت قادر به همراهی ملوانان در این دیدار نیست. جاسم کرار بر میگرده، یه حکمی در مورد صادر شد که تعجب همگان رو برانگیخت. محرومیتش درست از زمانی شروع میشه که قراردادش به پایان برسه. یعقوب کریمی، امید ابراهیمی، سجاد شهبازاده، جاسم کرار، توپش به زاره میرسه، پژمان در کنارش هست، اون سمت رافقایی، جعفری، سعید یوسف زاده. بعد از چند هفته نیمکت نشینی با محرومیت آبشک این فرصت رو پیدا کرده که در ترکیب اصلی تیمش به میدان بره. معبودی، پورقاس، کنعانی، یه توپ بلند و توپی که توسط مجید حسینی به بیرون میره. این عزیز معبودی است و فیروز کریمی که تا حالا 10 بار مقابل امیر قلعه نویی قرار گرفته، آمار جالب توجهی نداشته. تنها 1 بار برده. قلعه نویی 7 بار تیماش بردند و 2 بارم مساوی کردند. ببینیم در مساف 11 رو در روی این دو مربی چه نتیجه‌ای به دست میاد و امتیازات این بازی چگونه تقسیم خواهد شد. مگویان و حالا جاسم کرار، ابراهیمی، یعقوب کریمی تعادل خودش رو از دست میده. بلافاصله دست به جیب میشه آقای صالحی و یک کارت زرد هم به ابوالحسن جعفری میده، بازیکن اصفهانی تیم ملوان. ملاحظه بفرمایید اینجا اینگونه خطا رو این بازیکن مرتکب شد و بلافاصله کارت زرد رو هم مقابل دیدگان خودش دید. جاسم کرار پشت توپ هست. دیوار دفاعی ملوانان هم شکل گرفته. البته تجمع
خط دفاعی یاران ملوان و توپی که توسط پژمان سپرده میشه به رضا اعتمادی بازیکن سرعتی تیم ملوان در محوطه جریمه به سمت دروازه و فروزان توپ رو دور میکنه موقتا موقعیت همچنان هست حالا ببینیم حاتمی چیکار میکنه چجوری حرکت کرد رضا اعتمادی و چقدر خوب عکس العمل نشون داد حسین فروزان اولین خطر جدی این بازی فرصت کنیم تصویر سر خواهیم دید حالا ببینیم پژمان چگونه توپ رو میپسه برگشت توپ عزیز معبودی او هم فرصت ارسال توپ داره و نهایتا محسن فروزان حالا شاید فرصت مناسبی باشه که تصویر آهسته رو ببینیم محسن فروزان راضی نیست از آرایش خط دفاعی و هافبک‌های تیمش یعقوب کریمی از پژمان یه لحظه رد شد اما رافایی توپ رو گرفت سجاد شهباززاده هم اونجاست و اعلام خطا بر روی او اعلام میشه تصویر آهسته رو ببینید اینجا یه بازیکن از پیش رو برداشت کاددار زد خیلی قشنگ زد و البته محسن فروزان هم عالی عکس العمل نشون داد امید ابراهیمی از این زاویه هم ببینید چه کاتی برداشت و محسن فروزان انصافا خیلی خوب عکس العمل نشون داد رافایی هافبک راسته حاتمی مهاجم نوکه و او به عنوان هافبک راست داره انجام وظیفه میکنه رضا اعتمادی مازیار زاره عزیز معبودی یه بار دیگه زاره پورقاس کنعانی ابوالحسن جعفری برای سعید یوسف زاده جعفری فرصت ارسال داره از همونجا میخواد توپ رو بفرسته به خودش هم برخورد میکنه و نهایتاً نمیتونه مانع از خارج شدن توپ بشه سعید یوسف زاده یه دست توپ رو از کریمی گرفت جعفری هم اضافه میشه همچنان حرکت و باز هم توپ کریمی رو گرفتم و خطا بر روی زاره به نظر می‌رسید. اعلام خطا هم می‌کنه آقای صالحی. تصویر آهسته رو ببینید. اینجا از کمند خرسندنیا خودش رو نجات داد و این ضربه رو هم زد رضا اعتمادی و البته محسن فروزان هم خیلی خوب عکس العمل نشون داد. عزیز معبودی یه بار دیگه پورقاس خرسندنیا ارتباط رو قطع کرد جاسم کردار در کنترل توپ موفق نبود حالا کنعانی زاره یه پاس بلند برای رافقایی میگویان هم اونجا هست دو بازیکن با هم درگیر میشن فروزان در دو مرحله به هر طریقی که هست توپ رو میگیره سابقه بازی در همین تیم ملوان رو هم داره محسن فروزان خدمت مقدس سربازیش رو در این تیم سپری کرد کاملا با جو ورزشگاه آشناست این دروازه‌بان گیلانی حسینی رو عقب حنیف عمرانزاده او هم دوران سربازیش رو در ملوان بود و دو سال برای این تیم بازی کرد یا آمار جالب توجه گلزنی هم داره داره 6 تا گل به ملوان زده 5 بار با پیراهن استقلال یه بار هم با پیراهن پاس همدان رافایی یه پاس رو به جلو برای حاتمی و آفساید کمک دوم این دیدار آقای امینی پرچم میزنه آقای صالحی پرچم او رو تایید کرد و البته تصمیم کمک دوم این دیدار رو حسینی بازیکن تیم ملی جوانان ما بوده حنیف عمرانزاده سجاد شهباززاده برای جاسم کروار حالا امید ابراهیمی یه پاس رو به جلو برای میلاد فخرالدینی حالا رضا عنایتی خیلی وقت بود ازش خبری نبود فخرالدینی میتونه توپ رو ارسال بکنه بدن و محوطه جریمه سعید یوسف زاده توپ رو برمیگردونه به دنبال توپ رضا اعتمادی فخرالدینی با او حرکت میکنه عنایتی یه تاثیر روی توپ میگذاره خرسندنیا روش خطا میشه این نظر آقای صالحی است
و حالا استقلالی ها صاحب یک ضربه ایستگاهی میشن. تماشاچی خوبی هم از این دیدار استقبال کرده و محسن فروزان که یه موقعیت خیلی خوب رو گرفت از تیم ملوان و جاسم کلاری که احساس ناراحتی میکنه بازی متوقفه. اینجا با جاسم کلار حرکت کرد، البته بازیکن شماره 3 بود محمد رضا خرسندی ها که حرکت کرده بود و اونجا خطا اعلام شده بود. چند متر جلوتر جاسم کلار احساس ناراحتی کرد و به زمین افتاد. حنیف عمرانزاده میاد تا از ضربات سر احتمالی استفاده بکنه. بازی همچنان متوقفه و باید ببینید که وضعیت جاسم کلار چه خواهد شد. باید به بیرون از زمین رو منتقل بکنن. اگر آسیب دیدیش برطرف شده اون وقت به زمین بیاد. نیست که آسیب دیدیش هم خیلی جدیه، لنگ لنگان میره بیرون. امیر قلعه‌نویی هم با نگرانی داره وضعیت اون رو دنبال میکنه و حالا ببینیم یعقوب کریمی توپ رو چگونه سانت خواهد کرد. این توپی که فرستاده میشه به دروازه محمدی شده، یک ضربه سر خطرناک و توی دروازه. گل و رضا عنایتی موفق میشه که استقلال رو 1-0 پیش بندازه. ملوان 0 استقلال 1. غلامرضا عنایتی در 16th دقیقه این پیکار موفق میشه تک گل آبی پوشان رو به ثمر برسونه. بازیکنی که در آستانه 40 است یه بار دیگه ناجی تیمش میشه. خیلی قشنگ زد. خوب ملاحظه بفرمایید ارسال و با پشت سر قشنگ رو سرش نشست و از تجربه بالای خودش هم استفاده کرد و توپ به قعر دروازه رفت. یعقوب کریمی با پای چپ ارسال. ایمان صادقی هم هر چقدر تلاش کرد نتونست توپ رو بگیره. خب بازی در ادامه زیباتر هم خواهد شد. حالا ببینیم زاره چیکار میکنه. پشت محوطه جریمه یه پاس خوب برای رافقایی که ارتباط قطع شد. امید ابراهیمی، یعقوب کریمی پاس گل داد و مهاجم تیمش عنایتی اون رو تبدیل به گل کرد. حالا سعید یوسف زاده توپش به جعفری نرسید. امید ابراهیمی رو به عقب. مگویان جاسم کرار ابراهیمی سجاد شهبازداده برای فخرالدینی با پای غیر تخصصی و چپ خودش توپ رو ارسال میکنه. اعتمادی برای عزیز معبودی، او هم زاره رو میبینه. مازیار زاره برای کاپیتان نوری. رابقایی از او توپ میخواد. حالا سجلال فضای خوبی داره برای حرکت و سانت ترجیح میده که به پشت محمدی جریمه پاس بده. یه بار دیگه خود رافایی یه بازی کن باید اون نزدیک بشه. یعقوب کریمی مقابلش هست. ارسال زمینی او و مگویان توپ راهی خارج میکنه تا یه پرتاب شکل بگیره تا عزت‌الله پورگاز بیاد و یه پرتاب بلند رو انجام بده. در دیدار همزمان پدیده و گسترش فولاد 1-1 مساوی هستن. این بازی هم که یکی چه سایر بازی ها رو هم دوستانم قطعا من شما زیرنویس خواهم کرد و در جریان اون مسابقات هم قرار خواهی کرد. پورغاز ببینیم چگونه توپ رو ارسال میکنه. یه بازیکن مثل احساس ناراحتی میکنه از تیم استقلال. باید به وضعیتش رسیدگی بشه. آقای صالحی میگه که تیم پزشکی بیاد و به وضعیت این بازیکن رسیدگی بشه. فکر کنم خرسندیا بود. بازی متوقفه. راهن استقلال خوزستان و سبا پیکان هم دیگر بازی های
امروز هست که همزمان با این بازی 17 و 30 دقیقه برگزار میشه. فیروزه کریمی شما دارید البته ایمان صادقی رو میبینید. فیروزه کریمی داره با مازیار زاره صحبت میکنه، ملاحظه میفرمایید داره به او توضیح میده که چیکار باید بکنن و تماشاگران علاقمند و مشتاقی که در ورزشگاه تختی انزلی حضور دارند. جعفری حساب دادن محمدی جریمه، زاره توپ رو یه لحظه کنترل میکنه، پاس رو به عقب برای عزیز معبودی، رافقایی به سمت چپ اومده، خود رافقایی حالا صاحب توپ میشه، حسینی مقابلش هست، پشت محمدی جریمه برای عزیز معبودی و ضربش ضرب لازم رو نداره و فروزان خیلی راحت اون رو از آن خودش میکنه. کنعانی هم بر میگرده، خودش هم ضربه سر اول رو زد. رضا اعتمادی، جعفری، یوسف زاده، کنعانی، پورغاز، یوسف زاده بازی رو به منطقه راست میبره، جایی که حسن جعفری حضور داره. او هم برای نوری، پورغاز، معبودی، یه بار دیگه سعید یوسف زاده در مرکز زمین، مازیار، پژمان، یوسف زاده، پاسکاری های تو امان از یاران ملوان تا بلکه منفذ و روزنه ای پیدا بکنه. استقلالی ها راه رو میبندن. توسط عنایتی صاحب توپ ابراهیمی برای جاسم کرار میان دو بازیکن و بدون خطا سعید یوسف زاده توپ رو میگیره. حالا جعفری، کریمی مقابلش هست، باز هم رو به عقب، نوری، یوسف زاده، پورغاز. از تمام نقاط زمین ملاحظه میفرمایید دارن استفاده میکنن یاران ملوان تا بلکه یه راه نفوذی پیدا بکنن. رافقایی رو به عقب برای پژمان، خود رافقایی با سینه توپ رو کنترل میکنه، یه دور میزنه، یه پاس کوتاه برای فرزاد آتمی که او به توپ نمیرسه اما قبلش اعلام خطا شد. از منطقه نسبتاً مناسب ملوان صاحب یک موقعیت ایستگاهی میشه. ببینیم از این ضربه چگونه استفاده خواهند کرد. آقای صالحی نشون میده دقیقاً کجا این خطا اتفاق افتاده. تصویر استرام دیدید و پژمان نوری که پشت توپ هست. نیم فصل اول در همین تیم استقلال بازی میکرد پژمان، با آمدنش به تیم ملوان و البته بعد از اون هم که فیروز کریمی اومد، نتایج ملوان چند هفته خیلی خوب شد. ببینیم ضربه چگونه زده میشه. ارسال بلند، حالا فرزاد حاتمی، او هم انگیزه های فراوانی داره. یه نیم فصل استقلال بازی کرد و به قول خودش قدری به او جفا هم شد، گفت حالا دلخور هست از کادر فنی تیم استقلال، اما دست گل هم برد برای امیر قلعه‌نویی و گفت که برای این بازی انگیزه های فراوانی داره. ببینیم بازی او در ادامه چگونه خواهد بود. رسال آیتی میاد و با خط دفاعی تیمی صحبت میکنه. فروزان باید بازی رو به جریان مندازه. تیم پدیده دومین گل رو هم به گسترش فولاد میزنه و 2-1 پیش میفته. این مونیتوری که من دارم در واقع جریان خود بازی رو داره و ما به تصویر دوستان در شبکه 3 رو نداریم، اما دوستان قطعا برای شما زیرنویس خواهند کرد و شما در جریان نتایج دیگر بازی ها هم قرار خواهید گرفت. در واقع اعتمادی بود که رو به عقب پاس داد. کنعانی، مازیار زاره، یه بازیکن که ابراهیمی باشه از پیش رو بر می‌داره، یه پاس برای پژمان چه فضایی داره. عزیز معبودی هم رو دستش هست، به خود عزیز معبودی پاس میده، یه پاس خوب به درون محوطه جریمه برای خود پژمان. عزیز معبودی راست پاس ارسال میکنه توپ رو به درون محوطه و برگشته توپ.
خوب محافظت کردند. به روی عزت الله پرغاز خطا میکنه رضا عنایتی، درست وسط زمین متمایل به چپ بازی رو را میندازند. یوسف زاده به زاره، زاره مستقیم برای حاتمی توی محوطه جریمه، یک لحظه با دست کنترلش کرد، منصرف شد دفاع، حاتمی کورنر میگیره، کورنری که مجید حسینی میده به ملوان. ملوان از منطقه چپ کورنر به روی دروازه استقلال. پژمان نوری آماده است که کورنر رو بفرسته. تمام چشم‌ها دوخته شده به محوطه جریمه تیم فوتبال استقلال تهران. کورنر بلند تو محوطه جریمه، ضربه سر زاره، حاتمی قیچی برگردون این بازیکن که دقت لازم رو نداره. شماره 15 بود. شماره 15 بود کنانی زادگان. حاتمی با فاصله ایستاده بود. توپ رو جلوی دروازه استقلال می‌کارند. استقلال 1 ملوان 0. در رطوبت 83% شهر بندر انزلی، در هوایی که ابری بود و حالا لکه‌های ابر دقیقاً بالا سر ما دیده میشه، بازی رو دنبال می‌کنیم. استقلال با 1 گل جلوه. تو زمین ملوان بندر انزلی جاسم کبرار، ابراهیمی نزدیک بود که توپ به بیرون بره. در یک بدبستون مجدد به داخل محوطه جریمه دفاع اشتباه میکنه. شوت مستقیم یار شماره 6 امید ابراهیمی که به بدن دفاع میگیره و به پشت محوطه جریمه میاد. پژمان نوری جاسم کرار رو به نظر رسید بدون توپ زد. داور آوانتاژ میده و ضربه تکمیلی بازیکن استقلال خرسند نیا راه به جایی نداره. ملوانی ها در خط دفاع، اونها یه گل عقب هستند. مازیار زاره میان به زمین استقلال از سمت راست زمین. ابوالحسن جعفری به دنبال توپ، دفاع تیسوشی میکنه و کریمی توپ رو به پای جعفری میکوبه. پرتاب برای تیم استقلال. یعقوب کریمی آماده برای پرتاب از خط طولی سمت چپ، اونجایی که تماشاچیان دو آتشه ملوان بندر انزلی رو سکوها هستن. از اون نقطه توپ را پرتاب میکنه کریمی. ضد حمله برای استقلال، تند تیز، موقعیت عالی برای استقلال، فرصت شوت زنی، عالی زدن و توپ را ایمان صادقی از چارچوب بیرون میکشه. فخرالدینی زد، خیلی خوب زد، اما دروازه‌بان خوب توپ را از چارچوب بیرون میاره. ایمان صادقی که اگه این کار رو گلر تیم ملوان نمی کرد، الان دروازه برای دومین بار باز شده بود. پس موقعیت 100% گل، یه دونه ملوان، یه دونه استقلال و گل، 1 گل استقلال. تا اینجا ملوان 0 استقلال 1 ملوان 0. 27 دقیقه و 18 ثانیه. ورزشگاه حالا تماشاچی های ملوان یادشون میاد که باید تشویق بکنند. 27 دقیقه و 34 ثانیه. جبهه راست زمین، پرتاب برای ملوان نزدیک محوطه جریمه استقلال. اعتمادی، رضا اعتمادی برگشت به زمین ملوان. عزت الله پرغاز، کنانی زادگان، توپ بلند رو دفاع استقلال، کاملا مشخص مترصد یک اشتباه کوچک از مرکز خط دفاعی استقلال هستند. توپی که برگشتش اشتباه باشه، بلوکه بشه، دنبال یه همچین توپی حاتمی. دقیقاً گاردهاش رو می‌بینم، متوجه این قضیه هستم. عزیز معبودی، طرح و برنامه فیروز کریمی هم همینه، یعنی تو خلای دفاعی استقلال حاتمی رو جا داده. تا اینجا دفاع استقلال بی‌نقص کار کرده و کوچکترین اشتباهی نکرده. رو ریماندا، رو برگشت‌ها توپا رو خوب برگشت دادند. حاتمی، یوسف زاده، استقلالی‌ها تو زمین خودشون توپ رو کنترل می‌کنن، توپ رو به عنایتی می‌سپارن. عنایتی تو زمین ملوان بندر انزلی،
زاره به دنبال توپ. حالا پژمان نوری، زاره میاد و بالاخره توپ رو میگیره. از امید ابراهیمی توپ رو گرفت، توپ به بدن امید خورد و به ایمان صادقی رسید. او دروازه‌بان تیم ملوان هست. از محوطه جریمه زمینی به کنانی زادگان، او به عزت الله پورغاز، دو دفاع وسط تیم ملوان بندر انزلی. حالا کنانی زادگان پا به توپ پیش میاد. ملوان در چهار هفته پایانی دو بازی تو خونه، دو بازی بیرون خونه داره. استقلال سه بازی تو خونه، یه بازی بیرون خونه که البته یکی از بازی‌ها دربی بزرگ پایتخت است مقابل پرسپولیس در روز آخر لیگ. تو محوطه جریمه استقلال زیر پای دروازه‌بان تیم فوتبال استقلال تهران محسن فروزان بلند می‌فرسته. جاسم کرار سمت راست خط حمله، دفاع ملوان تاثیر میذاره، در بده بستون بازیکن‌های استقلال قطع میکنند و پرتاب شکل میگیره برای استقلال. نزدیک محوطه جریمه منطقه راست زمین جاسم کرار، شش امید ابراهیمی توی محوطه جریمه. بازیکنان استقلال اعتقاد به خطا داشتند، داور بازی رو ادامه داد. احمد صالحی داور وسط بازی. پژمان نوری تو زمین استقلال خیلی تلاش کرد و توپ رو لب خط گرفت و خطای بازیکن استقلال. کارت زرد رو بلافاصله بیرون میکشه داور، به شماره 20 استقلال نشون میده، مجید حسینی. پژمان که توپ رو لب خط کنترل کرد، توپ رو برد سمت راست خودش که فرار بکنه. بازیکن استقلال پای مخالف پژمان نوری رو زد و مانع از حرکت و نفوذ بازیکن ملوان شد که داور کارت میده. عنایتی به عنوان بزرگتر تیم استقلال تو زمین و به عنوان کاپیتان این تیم با داور صحبت میکنه. 31 دقیقه از بازی، استقلال یک گل جلوه. شوت راه دور بی نتیجه ابوالحسن جعفری که اصلا نمیدونم چرا شوت زد، توپ به بیرون میره. دیروز نتایج عجیبی در لیگ داشتیم، بازی های پرگل. زباهن 5-1 جلو بود، 5-3 از نفت تهران بود و سایر نتایج که خودتون میدونید. خلاصه هفته های پایانی بازی ها قشنگ و قشنگتر خواهد شد. تو صدر جدولم که تراکتور و نفت سایه به سایه، بقیه هم که اومدن، سپاهان هم که دیروز برد، اونم به جمع مدعیان جدی پیوست. به بازی برمیگردیم. ملوان بندر انزلی از منطقه چپ پایگذاری حمله، برگشت توپ. چون این روبروی من بود، من اجازه بدید بهتون بگم که داور خطای یار پنج ملوان رو نمیبینه و داور بازی رو ادامه میده. 34 استقلالی ها که فخرالدینی باشه حرکت کرد. قلعه‌نویی حالا با داور صحبت میکنه، داور نمیبینه. باید رأی داور رو البته در هر شرایطی پذیرفت. من جسارت کردم و این نکته رو گفتم به این دلیله که دقیقا روبروی ما بازیکن میزبان یار میهمان رو زد و داور ندید و ادامه داد. ادامه میدیم بازی رو. یوسف زاده، عزیز معبودی، حالا رافخواهی پشت محوطه جریمه استقلال، خطا به نفع ملوان. عمرادزاده که به بازیکن خودی برخورد کرده بود و مشغول مداواش بودند، از ناحیه گونه سمت چپ صورتش دچار مشکل شده بود، به بازی بر میگرده. پژمان نوری سانت به داخل محوطه جریمه، مازیار زاره، بازیکنان ملوان، شوت حاتمی، توپ از کنار دروازه به بیرون میره. ملوانی های 10-15 دقیقه تو شوک گل بودن، حالا مرحله بازیابیشون رو دارن تجربه میکنن. استقلالی ها یه حمله خطرناک بعد از گل داشتن و در اکثر دقایق بعد از گل در حفظ نتیجه موفق عمل کردند. 33 دقیقه و 46 ثانیه، استقلال 1-0. پخش زنده همزمان از دو ایستگاه
ایستگاه رادیویی گیلان و ایستگاه رادیویی ورزش. 92 مگاهرتز ورزش، 95 مگاهرتز در شمال ایران در هفت استان رادیو گیلان. فخرالدینی کرار، توپ در زمین ملوان، با پای پژمان نوری توپ به بیرون میره، پرتاب برای تیم استقلال هست. 34 دقیقه و 25 ثانیه، بازیکن جوان استقلالی ها مجید حسینی پرتاب برای این بازیکن و برای تیمش. ملوانی ها بر میگردونند، پژمان نوری با جاسم کرار دخالت میکنه، ضربه سر بازیکنان خط دفاعی پورغاز، پژمان نوری باید نزدیک بشه، مازیار زاره توپ را به حاتمی میده، ملوانی ها با 5 تا بازیکن به سمت دروازه استقلال میرند. اعتمادی توی محوطه جریمه پشت محوطه به حاتمی نمیرسه، حاتمی با سرعت میاد و خودش اشتباه بازیکن پاس دهنده رو پوشش میده. پشت محوطه جریمه غلغله‌ای بر پاس اونجا، استقلالی ها میگیرند. ده استقلال سجاد شهبازاده، منطقه چپ اونها میلاد شیخ فخرالدینی. عزیز معبودی اشتباه کرد، عنایتی توپ را گرفت، از پشت دفاعی چپ حرکت میکنن، اونجا خلای دفاعی دیده میشه، پورغاز پوشش میده، کنانی زادگان به وسط زمین میفرسته، رافخایی به دنبال توپ، اشتباه حسینی باعث میشه رافخایی توپ رو بگیره. حاتمی بیشتر حمله های تیم ملوان با تکیه به حرکت های حاتمی تحریزی میشه. 35 دقیقه و 50 ثانیه، با یه گل به نفع استقلال بازی ادامه داره، بازی متوقفه، یه بازی رو زمینه، یه بازیکن رو زمینه. ملوان که از هفته 17 هم هدایت خودش رو به فیروز کریمی سپرده، از 6 بازی اول خودش همراه با این مربی 2 تساوی و 4 پیروزی پیاپی کسب کرد تا از انتهای جدول رها بشه. به واقع شاهکاری بود که فیروز کریمی در بندر ارائه داد، که نتیجه این شد که ملوانی ها با 4 میلیارد به سراغ یه قرارداد 3 ساله با آقای کریمی رفتند. یه بازیکن استقلال رو با برانکار در زمین خارج میکنند و ملوان باید لحظاتی با 10 بازیکن با تیم استقلال با 10 بازیکن به بازی ادامه بده. بازیکن آبی پوش رو از زمین خارج میکنند. با شما هستیم با پخش زندگی دیدار ملوان بندر انزلی استقلال تهران در یک روز دلپذیر که جمعیت فوق‌العاده استقبال کرده از بازی استقلال ملوان. یک هیچ به صد استقلال بازی ادامه داره. پرتاب بلند عزت‌الله پورغاز به داخل محوطه جریمه، رافقایی و حاتمی با هم از زمین بلند میشن، دفاع استقلال توپ رو دور میکنه، پرتاب از منطقه راست برای تیم ملوان بندر انزلی. ابوالحسن جعفری، پژمان نوری، پرتاب مجدداً برای ملوان یا ضربه کاشته، بله ضربه کاشته به داخل محوطه جریمه. استقلالی ها خیلی خطرناک دفاع می کنند. تا اینجا بی نقص. جاسم کرار تو زمین استقلال، خطای بازیکنان ملوان گرفته میشه. به روی امید ابراهیمی، حالا بازی از اون التهاب خودش بیرون میاد، توپ رو میکاره حنیف عمرانزاده، منتظر هستیم که از زمین تیم استقلال چند متری محوطه جریمه عمرانزاده توپ رو بفرسته. این کار رو انجام میده. عزت‌الله پورغاز، جاسم کرار، فرصت برای شوت زنی و باز هم دروازه‌بان ضربه مستقیم امید ابراهیمی رو راهی کورنر میکنه. امید تا اینجا 2 تا ضربه مستقیم خوب زده که هر دوبار این ایمان صادقی بوده که توپ رو به کورنر فرستاده. هر دو کورنری که نتیجه سیف ها و ریباند های خوب دروازه‌بان بوده از منطقه راست به روی دروازه فرستاده شده.
منتظر هستیم تا کارنر رو ارسال بکنن. این کار انجام میشه. من میلاد نوری رو میبینم که کنار زمین گرم میکنه که در ترکیب تیم استقلال قرار بگیره. استقلالی ها توی محوطه جریمه یه فرصت رو توسط عمران زاده از دست میدن. حالا یه بازیکن ملوان هم روی زمین هست، منتظر هستیم که این بار آقای دکتر صیاد و تیم پزشکی ملوان وارد زمین بشن. خب خوشبختانه رافایی از جای خودش بلند میشه و احتیاجی هم به مداوا ظاهراً نداره. میلاد نوری در ترکیب قرار میگیره و مجید حسینی از بازی خارج میشه. در نوع خودش یه مقدار زود هنگام به نظر میرسه. تعویض اجباری، مجید نوری از پای راست دچار آسیب دیدگی شده بود. قلعه‌نویی یه نگاهی میکنه به جواد زرینچه رو نیمکت، نکته ای رو ازش میپرسه. به هر حال زرینچه هم با کولهباری از تجربه مشاوره بسیار خوبی در مواقع حساس برای قلعه‌نویی میتونه باشه. تو به زمین استقلال سمت چپ، حاتمی به دنبال توپ که توپ بیرون رفت. پرتاب برای استقلال. گوینده استادیوم هم که تعویض رو اعلام میکنه. به بازی برمیگردیم. یوسف زاده بازیکن ملوان، سفید پوشان داخل زمین استقلال، عزیز معبودی، پژمان نوری، حالا نزدیک محوطه جریمه، سانتر اعتمادی، مازیار زاره، فرصت و نزدیک بود که دروازه باز بشه. توپ سایه تیر افقی رو میزنه. اگه دو سه سانت پایین تر بود دروازه استقلال باز میشد و پای تکیه‌گاه رو هم فروزان تو جهت مخالف گذاشته بود و کاری نمیتونست بکنه. یکی از جدی‌ترین حملات ملوان بندر انزلی بود که فرصت حتمی از بیخ گوش استقلالی ها رد میشه. نتیجه کماکان استقلال 1-0. ضربه سری که میسازه مازیار زاره و ضربه که حاتمی میزنه و تا بازگشایی دروازه استقلال پیش میرن بازیکنان ملوان. استقلال با چنگ و دندون و قرص و محکم تو منطقه دفاعی از تک گل زده تا اینجا محافظت کرده. گلی که دقیقه 15 زدن و تا این دقیقه که دقیقه 42 نیمه نخست است از اون محافظت کردن. یه بازیکن استقلال رو زمینه. احتمالاً حدود 3-4 دقیقه این بازی تو نیمه نخست باید وقت اضافی داشته باشه. من هم مثل شما منتظر هستم تا مداوا به روی بازیکن استقلال انجام بشه. بازم تکرار میکنم که 13 کیلومتر سرعت باد به جهت شمال شرقی برخلاف جهت حرکت بازیکن‌های ملوان تو نیمه نخست بوده، یعنی جهت مخالف حرکت باد برای تیم استقلال بود در نیمه اول. در یک هوای مطلوب در ورزشگاه انزلی بازی رو دنبال می‌کنیم. توپ رو جلوی دروازه می‌کنند. فروزان آماده است که بفرسته. او دروازه‌بان تیم استقلاله. بلند می‌فرسته. عنایتی ضربه سر قشنگ میزنه. میلاد نوری بازیکن تازه نفس پاس میده به سجاد شهبازداده. توی محوطه جریمه شهبازداده رو کنترل میکنه. دفاع توپ رو دور میکنه. مجدد حالا میلاد نوری سانتر به داخل محوطه جریمه. کنانی زادگان توپ رو برمیگردونه. حالا حمله از بازیکنان ملوان هست از جناح راست اعتمادی که کاملا دیگه به همون جناح رفته. اعتمادی به داخل محوطه جریمه، رافخواهی، فروزان از دروازه خارج میشه و زیر پای رافخواهی توپ را میزنه. پرتاب از منطقه راست برای تیم ملوان بندر انزلی. حالا ملوان یه مقدار فشار میاره. نتیجه 1-1 به سود استقلال. اعتمادی سانت به داخل محوطه جریمه،
و اونجا هیچ کدوم از بازیکن‌های میزبان نیستن که استفاده بکنن و فروزان خیلی راحت توپ را کنترل میکنه. با دست بازی کرد دروازه‌بان به منطقه چپ زمین. شیخ فخرالدینی دفع توپ از بازیکن‌های استقلال به زمین ملوان میاد. پاس به عقب کنانی زادگان. صادقی که کار خطرناک انجام میده. یوسف زاده کنار محوطه جریمه. انقدر توپ رو معطل میکنن تا یه حمله ساخته میشه برای استقلال. جاسم کرار، اشتباه جاسم کرار. البته برگشت توپ رو بازیکن‌های استقلال مجدد میگیرن. عزیز معبودی حالا جمع میکنه اشتباهات پشت سر بازیکنان دو تیم. حالا اعتمادی توپ رو بر میداره میره به زمین استقلال. این بازی به طور مستقیم داره برای شما عزیزان پخش میشه. 3 دقیقه وقت اضافه برای نیمه نخست. نیمه اول زمانش تمامه، تموم میشه نیمه اول. حالا 3 دقیقه اضافه رو شروع میکنیم. استقلال 1 ملوان بندر انزلی 0. با تمام تب و تاب ها و فراز و نشیب ها تا اینجا بازی با همون یه گل عنایتی ادامه داره. پژمان نوری نزدیک محوطه جریمه. امید ابراهیمی که توپو ندید اما دستش به توپ خورد، روی زمین بود و داور توپ رو به نفع ملوان میگیره. مادیار زاره تو 3 دقیقه وقت تلف شده یه نیمه رو خوش هستیم. مادیار زاره، یوسف زاده. یه چیزی که برام جای تعجبه اینه که ملوان ها خیلی خیلی رو اعصاب خودشون مسلط بودن در پاسکاری ها و دست پاچه جلو نمیرن. مورد دیگر این که استقلالی ها واقعا تو دفاع نیمه نخست عالی کار کردند. نیمه دوم بعد از اینکه صحبت های مربیان رو میشنون ما انشالله بازی زیباتر از نیمه نخست هم خواهیم داشت. بازی ادامه داره. بازیکن‌های استقلال حالا، عنایتی در آفساید بود به خاطر همین ادامه نداد حرکت خودش رو. 1 دقیقه و 30 ثانیه دیگه احتمالاً داور سوت خواهد زد. استقلال 1 جلوه با گل عنایتی 15. پژمان نوری با پای چپ بلند میفرسته. اعتمادی و فروزان توپ رو میگیره. پاس به عقبی که فروزان خیلی راحت کنترل میکنه. با پای راست بلند فروزان. عزت‌الله فرقاد توپ تو زمین ملوان بندر انزلی. پرتاب برای استقلال. اون 3 دقیقه که داور گرفت، 1 دقیقه دیگه از اون 3 دقیقه باقی مونده. داور به ساعت خودش نگاه میکنه. پرتاب از منطقه راست برای استقلال. میلاد شیخ فخرالدینی حالا چند متر جلوتر. باز هم فخرالدینی. استقلال 1 ملوان 0. منتظر هستیم که پرتاب مجدد رو میلاد شیخ فخرالدینی ارسال بکنه. فرصت برای تیم استقلال. نزدیک بود که جاسم کرار با ضربه برگردون دروازه ملوان رو باز بکنه. دفاع بیرون میاره و توپ رو دور میکنه. سوت پایان نیمه نخست و استقلال با گل عنایتی فاتح نیمه اول بازی با ملوان میشه. ما در ورزشگاه جهان پهلوان تختی بندر انزلی انشالله با گزارش نیمه دوم در خدمتتون خواهیم بود. نتیجه رو تکرار میکنم. نیمه اول با گل 15 عنایتی استقلال 1 ملوان بندر انزلی 0. زود گرانقدر شما همکار گرامی جناب آقای نزدک میرزایی عزیز، همکارانمون در پخش شبکه تلویزیونی باران، آقای مرادی، با نیمه دوم دیدار تیم‌های استقلال و ملوان در خدمت شما عزیزان هستیم. در حالی که نیمه اول با برتری 1-0 آبی‌پوشان
پایان یافت و ببینیم که با صحبتهایی که مربیان دو تیم انجام دادن چه تغییری بر روند و احتمالاً نتیجه بازی در نیمه دوم شاهد خواهیم بود. آقای صالحی قاضی این میدان هست. استقلال سوای گلی که به ثمر رسوند در نیمه اول یه تعویض اجباری هم داشت. مجید حسینی به علت مصدومیت جای خودش رو به میلاد نوری داد. مروانی ها هنوز تعویضی رو در دستور کار قرار ندادند و البته یکی دو دقیقه هم دیرتر از حریف خودشون استقلال به میدان آمدن. منتظر هستیم تا بازی شروع بشه و ببینیم 45 دقیقه دوم تکلیفش چه خواهد شد و نهایتاً امتیازات این بازی چگونه تقسیم خواهد شد. در مورد حساسیت رقابت‌ها در بالای جدول و پایین جدول در نیمه شما خدمت در واقع در نیمه اول خدمت شما گفتم، توضیح دادم جایگاه‌های دو تیم رو و تیم‌ها رو و حالا ببینیم که به هر حال در 45 دقیقه دوم شاگردان فیروز کرمی میتونن این نتیجه رو جبران بکنن یا نه یاران امیر قلعه نویی بازی رو اداره خواهند کرد و با سه امتیاز انزلی رو ترک خواهند کرد. بازی هم شروع میشه. سوای نتیجه امیدواریم که بازی جذاب و زیبایی رو از هر دو تیم ببینیم. رضا نعتی پاس میده برای یعقوب کریمی، از منطقه چپ حرکت میکنه رو به عقب، خرسندنیا برای سجاد شهبازاده، او هم برای امید ابراهیمی که توپش دقت لازم رو نداره. سه جلال رافقایی، خود رافقایی تعادل خوش رو از دست میده و اعلام خطا هم میشه برای مهاجم شماره 10 تیم ملوان. رافقایی تا حالا 5 گل رو به تیم استقلال تونسته بزنه که 4 تاش با پیراهن ملوان بوده، یه دونش هم با پیراهن زوباهن. عنایتی هفتمین گل خودش رو به ملوانی ها میزنه در طول دوران بازیگری خودش. یه گل با پیراهن ابو مسلم زده بود، دو تا با سبای قم، امروز هم یه گل زد، سه تا هم با پیراهن استقلال زده بود و الان چهارمین گلی است که با پیراهن استقلال به تیم ملوان میزنه. پرتاب بلند، عزت الله پورغاز میاد و در محوطه جریمه توپ رو میفرسته، یه موقعیت هست و توی دروازه گل و این هم گل تساوی. گل تساوی رو کنعانی میزنه. کنعانی موفق میشه گل تساوی رو خیلی زود در ابتدای نیمه دوم به ثمر برسونه. استقلال و ملوان حالا یک یک مساوی میشن. مهاجم در واقع مدافع پیشتاخته ملوانی ها که علاقه فراوانی هم به کمپانی داره و اصلا دوست دارن که او رو با این نام اطلاق کنن و باز هم روی یک پرتاب بلند از عزت پورغاز ضربه سر حاتمی و چجوری توپ رو وارد دروازه کرد کنعانی. نتیجه 1-1 میشه. گوینده ورزشگاه تختی هم خیلی اصرار داره که به شیوه گوینده های استادیوم بوندسلیگایی اسم بازیکن رو صدا بکنه و فامیلی رو تماشاچی ها بگم. کنعانی 1-1 مساوی نتیجه بازی. حالا بازی جذابتر هم خواهد شد. استقلال این نتیجه رازیش نمی کنه و البته ملوان هم این نتیجه خیلی به دردش نمی خوره و امیدواریم که باز هم بازی گل داشته باشه، زیبا باشه و صحنه های حساس رو روی دروازه ها ببینیم. ابوالحسن جعفری باید توپ رو پرتاب کنه. این هم محمد حسین کنعانی زادگان هست، خوزستانی، مدافع میانی تیم ملوان که پیش اومد و نهایتا گل مساوی رو هم به ثمر رسوند. مازیار زاره، ملوانی ها روحیه گرفتن. حالا پژمان نوری میتونه یک ارسال داشته باشه، دو سه بازیکن مقابلش هستن و برگشت توپ از خرسند میاد. توپ به بیرون میره. یه پرتاب بلند دیگه و باز هم پورغاز. یکی از تاکتیکای اصلی ملوان هست این پرتاب ها، پرتاب هایی که خیلی هم خطرناکه. در محوطه جریمه یه بار دیگه حاتمی و این بار دیگه فروزان توپ رو میگیره.
پرتابای پورغاز خیلی بلنده، حاتمی هم از قد بلند خودش خیلی خوب استفاده میکنه و ضربه سر میزنه و توپ رو میکاره برای بازیکنان تیمش. امید ابراهیمی، میلاد نوری اشتباه میکنه، توپش به حسن جعفری رسید، او هم برای کنعانی. شادی پس از گل او هم جالب بود. خلاصه بفرمایید توپی که پورغاز اینگونه میفرسته فقط هم برای حاتمی توپ رو فرستاد، او هم میان سه بازیکن بلند شد و کنعانی اینجوری توپ رو وارد دروازه کرد. توپ معبودی به بیرون میره، خودش هم باید توپ رو پرتاب بکنه. خرسندیا ناقص روی توپ اثر گذاشت. حالا راپای برای زاره، سمت چپ رضا اعتمادی میچرخه، همچنان خود صاحب توپ میشه. در اون محوطه جریمه یک اشتباه، حالا پژمان یا رافقایی است و این ضربه از مازیار که فروزان تو پسان خودش کرد. امید ابراهیمی سریع حرکت میکنه، از نیمه زمین هم رد میشه برای جاسم کرار، خود کرار یه پاس رو به جلو، ایمان صادقی از دروازه خارج میشه و توپ رو میگیره. بلافاصله هم برای رضا اعتمادی، سرعت بازی قابل قبول هست. نوری یه پاس بلند پشت مدافعین، حرکت از حاتمی، مگویان به خوبی او رو کنترل میکنه، یه ضربه سرم میزنه اما توپش نصیب رافقایی میشه، او هم تو سر توپ تعادل خودش رو از دست میده. یه پاس دیگه برای جعفری، ارسال به دلو محوطه جریمه، فخرالدینی عقبتر اومده، یه اشتباه هم میکنه اما به هر طریقی که از توپ رو بر میگردونه. جاسم کرار انعتی تک میکنه اما پشمان نوری اعلام آفساید هم نمیشه، حنیف آفساید رو پر کرده، اصابه دنو محبتی جرمه و خود حنیف توپ رو بر میگردونه. امید ابراهیمی، جاسم کرار یه دور میزنه، رافقایی یه لحظه دست کرار رو هم گرفت، همسران خود جاسم کرار برای یعقوب کریمی، اگر توپ به خوبی به او برسه کرار مجددا صاحب توپ میشه. یه پاس دیگه و برگشت توپ. رفقایی، ابوالحسن جعفری، حرکات فیروز کریمی هم کنار زمین دیدنی است. رضا اعتمادی توپ رو میگیره، حرکت از فرزاد حاتمی، خود اعتمادی همچنان صاحب توپ، مروانی ها کم تعداد هستند. خطا به نظر میرسید و اعلام خطا هم میشه. رضا اعتمادی یه خطا گرفت اما فیروز کریمی معترض بود که چرا سری پاس نداد. سری هم به یکی از بازیکنان تیمش گفت که بودنش رو گرم بکنه، از این اخلاقا داره و بازیار زاره. تو پشت به بیرون میره با اختلاف زیادی هم تو به بیرون هم. مروان روحیه گرفت، خیلی زود در نیمه دوم گل رو زدن، تماشاچی هم کمکشون میکنه، به مددشون اومده و دارن خوب بازی میکنن. فروسان توپش به مگویان نرسید، امیر قلعه‌نویی کاش که داشتیم که چگونه اعتراض کرد. البته شما دارید محمود فکری رو میبینید، دوستان جلوتر محمود کریمی، در واقع امیر قلعه‌نویی بود که رفت و اعتراض کرد به فروسان. شما البته تصویر محمود فکری رو دیدید، خیلی ناراحت بود قلعه‌نویی به خاطر اشتباهی که فروزان انجام داد. باز هم یه پرتاب، عزت‌الله پورغاز دورخیز میکنه، پرتابش هم انجام میده، در محوطه جریمه رافقایی تعادل خودش رو از دست میده. یه بازیکن دیگه که اعتمادی باشه داره اعتراض میکنه، به در محوطه جریمه یک ضربه سر دیگه و توپی که نهایتاً نصیب یعقوب کریمی میشه. حرکت از یعقوب کریمی، ملوانی ها
دارن صحبت میکنن. یه کارت زرد برای کریمی به خاطر اعتراضی که انجام داد. رضا عنایتی هم صحبت میکنه با قاضی میدان. جاسم کرار یه خوشبشی هم با فیروز کریمی داره، یا خیلی خوش اخلاقه یا خیلی بد اخلاق، حد وسط نداره. این بازیکن فعلا روز روز خوش اخلاقیش بوده، اما انصافا بازیکن فنی و خوبی است. مازیار ساره، سعید یوسف ساده، ابوالحسن جعفری، آرش برهانی داره خودش رو آماده میکنه تا به میدان بیاد تا دومین بازیکن تعویضی تیمش باشه. ببینیم به جای کدام بازیکن، به جای خرسند نیا به زمین بازی میاد. آرش برهانی، او هم یکی از بازیکنان با تجربه تیم استقلال به حساب میاد. حالا 7 گل هم در دوران بازیگریش به تیم ملوان زده. پشمان این روی به دنبالتون برگشت. خطاب باید انجام بشه. این هم تماشاچیان علاقمند و مشتاقی که صداشون رو میشنوید و میبینید که چگونه دارن تشویق میکنن تیم ملوان رو. یه لایی هم میندازه فرزاد آتمی، حالا اعتمادی توپ رو میگیره برای جعفری، اعتمادی توپ میخواد، جعفری موفق نیست. فیروز کریمی دو دستی تو سرش میگیره و حالا جاسم کرار یه پاس پشت مدافعین عالی برای برهانی، اولین توپ رو دشت میکنه. آرش برهانی به دنبال بازیکن تا توپ رو به او بسپاره، کنعانی توپ رو میگیره و سریع هم بر میگردونه. یعقوب کریمی، جاسم کرار، پشمان و اعلام خطا بر روی او، کاپیتان ملوان احساس ناراحتی میکنه. یه انتقادی بود سال گذشته که مثلا استقلال بازیاش در فصل گذشته بیشتر بعد بازی پرسپولیس بود، پرسپولیسی هم راضی نبودن، میگفتن برای استقلالی هاست، اما این فصل مساوات رعایت شده و طبق اعلام سازمان لیگ 13 بار پرسپولیس جلوتر از استقلال بازی کرده، 13 بار هم استقلال. دو تا بازی رفت و برگشت هم که با هم دارن و دو بازی آخر لیگ هم که به صورت همزمان داره برگزار میشه. از این حیث هم به هر حال این مسئله انجام شد توی مصاحبه که دیروز آقای تاج انجام داده بود و البته ایشون گفتن که برنامه فصل آینده لیگ هم آماده است. هرچند پرسپولیس که دیگه اصلا مدعی نیست، استقلال هم فعلا در مکان ششمه، کارش سخته برای قهرمانی و باید ببینیم که دیگر رقبا در ادامه چه کار خواهند کرد. جاسم کرده پشت توپ هست، از سرستره ببینید که چگونه پورقات خطا رو مرتکب میشه. حنیف امامزاده هم اومده تا از ضربه سر استفاده بکنه. جاسم کرده پشت توپ هست، رافایی مقابل توپ و آقای سالهی رو نزدیک میشه و میگه که باید فاصله قانونی رعایت بشه. همه استقلالی‌ها پیش اومدن، ارسال در رو محوطه جریمه و توپی که به سمت دروازه فرستاده میشه و آرش برهانی هم اونجا حضور داره و نهایتاً یک کورنر برای استقلالی‌ها به دست میاد. جاسم کرار خودش باید توپ رو بفرسته. حنیف امامزاده داره صحبت میکنه با آقای صالحی. تجمع بازیکنان در رو محوطه جریمه. رضا اعتمادی هم میاد با فخرالدینی یارگیری میکنه. ارسال در رو محوطه، برگشت توپ، جاسم کرار به دنبال توپ که البته رضا اعتمادی زودتر از راه میرسه و یه خطا رو هم میگیره. پژمان نوری بازی رو به جریان میندازه. پورقاس چه پرتابایی داره عزت الله پورقاس. کنعانی روی گل تساوی تیم ملوان، دو مدافع میانی این تیم کاملا نقش پررنگی داشتن.
عزت پورقاس پرتاب کرد با سر صابون به قول معروف فرزاد آتمی و دیگر مدافع میانی تیم ملوان کنعانی توپ رو تبدیل به گل مساوی کرد. پژمان نوری به دنبال بازیکن تا توپ رو به او بسپاره، رضا اعتمادی رو میبینه، رضا اعتمادی اصلا به دلو محوطه جریمه، باز هم خاتمی در هر شرایطی این قابلیت رو داره که ضربه سر بزنه. فروزان باید بازی رو به جریان بندازه. خلاصه بفرمایید توپی که ارسال میشه و خاتمی کاملا از شاخصه قد خودش استفاده میکنه، بلند قدیش و توپا رو یکی پس از دیگری به سمت دروازه میفرسته. سجاد شهباززاده، خود شهباززاده و خطای سعید یوسف‌زاده اعلام میشه. امید ابراهیمی بازی رو آروم میکنه. جاسم کرار پشت محوطه جریمه، موقعیت برای خود کرار، میخواد یه پا دو پا بزنه که کنعانی توپو میگیره. خیلی مدافع باهوشیه. به دنبال تو خاتمی از راه رسید یعقوب کریمی و خطای فرزاد آتمی اعلام میشه. خطای آتمی درست بود. همین قلعه در تصویر مشخصه. یه جورایی هم دستش روی نیمکت خالیه امیر قلعه‌نویی. نوری، یعقوب کریمی یه لایی میندازه، رضا اعتمادی رو سجاد شهباززاده برای نوری تو سر توپ میزنه، پاس میده برای شهباززاده و نهایتا سعید یوسف‌زاده توپ رو میگیره. فرزاد آتمی توپ میخواد به خود آتمی برای کاپیتان نوری، میخوان رافایی رو صاحب توپ بکنن که مگویان صاحب توپ میشه. یعقوب کریمی، ابراهیمی، مگویان، حنیف، ابراهیمی، شهباززاده، یعقوب کریمی و نهایتاً توپی که کنعانی به بیرون میفرسته تا سازمان دفاعی تیم ملوان شکل بگیره. مثل که توپ به پای خود کریمی هم برخورد کرد. به هر حال توپ در اختیار ملوانی هاست. ایمان صادقی با پای چپ و اینگونه توپو به میانه زمین میاره. رضا اعتمادی، فرزاد آتمی، خطاب به نظر میرسید اما تو چون خودش توپو در اختیار داشت داور آوانتاج داد و اون سم بازم توپ به بیرون میره و بازم عزت الله پورقاز میاد تا یه پرتاب بلند دیگه انجام بده. اهل بندر ترکمن هست. توپ هم میفرسته به درون محوطه جریمه و این سمت کنعانی یه لحظه مکس میکنه اما توپ رو روبه عقب پاس میده برای صادقی. عزیز معبودی باز هم حاتمی بود که ضربه سر اول رو زد. یعقوب کریمی توپش بلوکه میشه و خودش باید پرتاب رو انجام بده. این بازیکن یه کارت زرد رو هم داره. ابراهیمی اون نزدیک میشه، پرتاب باز هم برای استقلالی ها. حنیف عمران‌زاده، استقلال خوزستان گل مساوی رو به راه آهن زده. پدیده هم همچنان 2-1 از گسترش پیش هست. پیکان و سبا هم بدون گل مساوی. شهباززاده، جاسم کرار، فخرالدینی در کنارش هست، متمایل به پشت محوطه جریمه میشه. توپ به خود کرار هم برخورد میکنه و این سمت اعتمادی توپ رو دور میکنه.
حاتمی به دنبال تو، مگویان به خوبی او رو کنترل کرد و خطای خود مگویان هم اعلام میشه و حالا حنیف عمرانزاده صاحب توپ هست. جاسم کرار توپش لو میده، نوری توپ رو میگیره، برهانی، شهبازده، ابراهیمی، شهبازده، عنایتی، جاسم کرار منطقه بازی رو به خوبی عوض میکنه، فخرالدینی همچنان صاحب توپ هست، پاسش رو میده برای نوری، او هم به عقبتر و نهایتا حنیف عمرانزاده وسط زمین صاحب توپ میشه. مگویان، ابراهیمی، برهانی، استقلالی ها چند دقیقه هست که دارن با هم پاسکاری میکنن. ابراهیمی میخواد منطقه بازی رو عوض بکنه برای یعقوب کریمی، به خوبی هم این کار رو انجام داد. خود یعقوب کریمی متمایل به مرکز خط دفاعی تیم ملوان که توپ رو گرفتن. فرزاد آتمی همچنان صاحب توپ هست، دو سه بازیکن مقابلش هستن و نهایتا امید ابراهیمی توپ رو میگیره، خوش حرکت میکنه به سمت دروازه. استقلالی هم در حمله کم تعداد هستن. آفساید از رضا عنایتی، آفساید هم بود. فیروز کریمی صحبت میکنه با شاگردان خودش، اون سمت هم همتاش امیر قلعه‌نویی داره این کار رو انجام میده. بازی و سه امتیاز اون برای هر دو مربی بسیار مهم و حائز اهمیت هست. استقلال الان یه تیم مثل زوباهن رو هم در کنار خودش میبینه. زوباهن با بردی که دیروز به دست آورد 42 امتیازی شد. تا قبل از انجام این دیدار هم استقلال 42 امتیازی بود. تفاضل گل زوب از استقلال بهتر هست و با این یک امتیاز فعلا استقلال 43 امتیازی شده، از زوب بالاتره. اما خطر زوباهن هم برای گرفتن سهمیه رو به شدت احساس میکنه. اگر استقلال این بازی رو نبره امیدش برای قهرمانی خیلی کم خواهد شد. شهبازده، امید ابراهیمی، فخرالدینی، جاسم کرار برای شهبازده، در موقعیت شوت‌زنی هم هست به سمت دروازه و توپش خطرناک به بیرون رفت. تیم استقلال خوزستان توسط مومنی موفق میشه گل دوم رو به راه آهن بزنه. راه آهن یک، استقلال خوزستان دو. پدیده دو، گسترش یک، پیکان صفر، صبا صفر، ملوان یک، استقلال یک. بازی های هفته 26 لیگ برتر باشگاه های ایران که امروز به پایان میرسه. چهار هفته سرنوشت‌ساز دیگه باقی است تا تیم های در واقع ببینیم کدوم تیم به مقام قهرمانی میرسه، کدام تیم ها سهمیه میگیرن و کدام تیم ها هم سقوط میکنن. لیگ جذابی شده. کنعانی برای عزیز معبودی، عزت پورغاس منطقه بازی رو میخواد عوض بکنه، در این هم توفیقی نداره اما توپ شهبازده به بیرون میده. پشت محوطه جریمه، حالا ببینیم رافایی چی کار میکنه و مگویان که توپ رو بر میگردونه. مازیار زاره پاس میده برای نوری، او هم ارسال میده. عمرانزاده توپ رو دور میکنه، کنترل در منطقه چپ زمین خیلی مشکل بود. توپ هم چرخش نسبی داشت، همین که سرعت داشت و میشد حدس زد که لبخط نتونه کنترل کنه عزیز معبودی که همین اتفاق افتاد.
پرتاب رو استقلالی ها انجام میدن. بازی با تباتاب تمام ادامه داره. استقلال 1 ملوان 1. مرکز دفاع استقلال حلیف عمرانزاده، میلاد نوری بازیکنی که دقیقه 40 وارد زمین شد، خودش حالا پشت دفاع، فرصت برای استقلال و با کنش فوق‌العاده از دروازه‌بان صادقی. بازی ادامه داره. جانفشانی دفاع باعث میشه که ضد حمله ساخته بشه. 2-4، 4 دفاع 2 مهاجم. هنوز پا به توپ هست رفقایی، تو محوطه جریمه رفقایی، و دفاع عالی بود، یه تکل عالی از دفاع استقلال که بخت رو میگیرن از سید جلال رافخاهی، آقای گل دو فصل پیش لیگ برتر فوتبال ایران که با آقای گلی دو فصل پیش پاشو گذاشت جای غفور جهانی و عزیز اسفندار و محمد احمدزاده که سابقه آقای گلی در فوتبال ایران داشتند. بازی ادامه داره. جاسم کبرار 70 دقیقه و 20 ثانیه از بازی رو 1-1 مساوی پشت سر میذاریم. باور بفرمایید که اصلا نمیشه حدس زد که این بازی چه خواهد شد. از جناح چپ یه حرکت انفجاری عالی از بازیکنان ملوان، عزیز معبودی که البته نفس میگیره این استارتای 30-40 متری، عزیز به توپ نمیرسه و توپ به بیرون میره. استقلال از منطقه چپ بازی رو آغاز میکنه. جاسم کرار به پشت محوطه جریمه ملوان. برهانی باز هم کرار، خطای پژمان نوری، چه جایی خطا اعلام شد به نفع استقلال. یه بازیکنی که شوت زن باشه، ضربه پای خوبی داشته باشه، از این توپ میتونه نهایت استفاده رو ببره. امید ابراهیمی این توپا رو خوب میزنه، حالا نمیدونم خودش خواهد زد یا جاسم کرار. فقط اینو میدونم که این توپ فوق‌العاده خطرناک است. شانس گل داره استقلال روی ضربه کاشته. دیوار دفاعی 4 نفره ملوان ها تشکیل میشه. امید ابراهیمی شوت او، و واقعا یه گل رو بیرون میاره ایمان صادقی. تو سانتیمترهای ورود توپ به دروازه ایمان صادقی، توپ رو با سرپنجه های خودش به کرنر میفرسته. همونجور که حدس زدیم، امید ابراهیمی تا آستانه گلزنی برای استقلال پیش رفت. کرنر، حالا کرنر به داخل محوطه جریمه، و به نظرم رسید که داور خطا گرفت و بازی به طور کامل حالا متوقف میشه به سود ملوان. یعنی در اوج حملات استقلال، بازیکنان این تیم داخل محوطه مرتکب خطا میشند. ایمان صادقی پشت توپ. شما شنونده یک گزارش از یک بازی پرهیجان هستید، بازی استقلال و ملوان. 27 دقیقه و 37 ثانیه از نیمه دوم بازی رو با نتیجه مساوی 1-1 پشت سر میذاریم. بازی که در ورزشگاه جهان پهلوان تختی بندر انزلی برگزار میشه. فصل پیش همونطوری که گفتم، استقلالی ها توی این ورزشگاه بازی رو 4-2 به ملوان باختند. در شرایطی که فصل پیش اسکوچیچ مربی فعلی فولاد سرمربی ملوان بندر انزلی بود. تو به منطقه دفاعی تیم استقلال برمیگرده. استقلالی ها در 4 بازی آینده با پدیده مشهد، سبای قم، تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس بازی دارند. بازی های ساده ای نیست. توپ در پشت محوطه جریمه استقلال. مازیار زاره، یوسف زاده از گرد راه میرسه. آرش برهانی و وسط زمین توپ را به سود استقلالی ها کنترل میکنه. حالا بازی سازی از استقلالی ها. جاسم کبرار توی محوطه جریمه ملوان، کنترل فوق‌العاده دفاع. ابوالحسن جعفری بلند برای حاتمی، از هر جا توپو میگیرن مستقیم برای حاتمی میفرستن و استقلالی ها دستشون رو خوندن. جاسم کرار سرعتش زیاده،
اینو که پا میزنه و توپو میگیره. حالا پژمان نوری، عزیز معبودی، مازیار زاره، پاسای تک ضربشون خیلی قشنگه. کلانی زادگان برای یوسف زاده، کلانی زادگان تو منطقه دفاعی تیم ملوان توپ ها رد و بدل میشه. بازیکن رده امید هست کلانی زادگان، بازیکن ثابت تیم ملی امید ایران. توپ بلند ایمان صادقی، اعتمادی به دنبال توپ، توپ تو زمین استقلال. یوسف زاده، بازیکنی که فصل پیش به عنوان بازیکن اخلاق ملوانی ها انتخاب شد و در یادواره مرحوم سیروس قایقران همین هفته گذشته از او تقدیر شد. بازی ادامه داره، بازیکنان استقلال از گرد راه میرسه معبودی و یک لحظه روی توپ اثر میذاره. حالا جاسم کرار پشت دفاع ملوان و دروازه‌بان که توپ را جمع میکنه. جنگ فیزیکی شدیدی در محوطه جریمه دو تیم هنگام حملات استقلال و ملوان برپاست. یه بازی غیرتی ارائه میدند. بدترین شکست تیم فوتبال ملوان 3-1 مقابل همین استقلال بوده در فصل جاری و بدترین شکست استقلال باخت 3-1 به سپاهان بوده. عزیز معبودی از منطقه چپ حرکت میکنه، توپ به پای دفاع میگیره و به بیرون میره. هرچه زمان رو به پایان بره حساسیت‌های بازی بیشتر خواهد شد و ضربان تماشاچیان علاقمند به دو تیم هم فزونی خواهد یافت. 31 دقیقه از نیمه دوم، دو سوم از زمان بازی سپری شد در وقت دوم. کورنر برای ملوان، صحنه خطرناکی خواهد بود. تا ثانیه های دیگر پژمان نوری کورنر رو ارسال میکنه و نفس تماشاچیان در سینه حبس خواهد شد. یارگیری نفر به نفر تو محوطه جریمه، پژمان روی دروازه، توپ روی سر پورغاز نمیچسبه. حالا از جناح راست ابوالحسن جعفری سانتر میکنه و فروزان دستاش چسب داره و توپ رو میگیره. بلافاصله برای جاسم کرار، تنهاست، مانور میده تا شاید برسن، خطا میکنن به روی جاسم کرار. خطای ابوالحسن جعفری گرفته میشه، دفاع راست تیم ملوان بندر عندلیب. 77 دقیقه از بازی رو سپری کردیم. ملوان 1 استقلال تهران 1. بازی در ورزشگاه تختی بندر انزلی انجام میشه. حمله از بازیکنان ملوان هست. دایره وسط، سید جلال رافخواهی پشت دفاع استقلال میندازه. حمله خطرناکیه. حاتمی پشت محوطه جریمه پیراهنش رو میکشن و عجب موقعیتی داره حالا ملوان بندر عندلیب. این اون موقعیتی که استقلال آورد، حالا نزدیکتر چسبیده به محوطه جریمه، روی خط مستقیم. ضربه کاشتی فوق‌العاده‌ای هست برای ملوان. قلعه‌نویی دل تو دلش نیست، به دفاع میگه که ببندین روزنه ها رو. عجب موقعیتیه. مازیار زاره و پژمان نوری هر دوتا تکنیسیان زدن ضربات آزاد هستند. توی محوطه جریمه اونجا غلغله‌ای برپاست. واقعا یه موقعیت استثنایی برای ملوانه. 78 دقیقه و 18 ثانیه از بازی، قلعه‌نویی چیکار داره میکنه کنار زمین؟ یعنی تو چارچوب باشه یه موقعیت 100% گل خواهد بود. یه اتفاق جالب، باز هم خطا. دو تا بازیکن ملوان میرن از فرط هیجان به هم میخورن، میافتن، باعث انبساط خاطر تماشاچیان میشن. با پشت پا پژمان نوری برای مازیار زاره میسازه. مازیار که میخواد حرکت کنه شوت بزنه، دوباره میزنن مازیار رو و مفت و مسلم استقلال دوباره همونجا توپ کاشته میده به بازیکنان ملوان و دوباره روز از نو و روزی از نو.
دوباره روز از نو و روزی از نو و دوباره همونجا توپ کاشته. تماشاچیان استقلال دل تو دلشون نیست. باز هم حالا از همونجا ضربه کاشته. مازیار زاره و نزدیک بود که توپ یه خطر 100% گل باشه. توپ از کنار تیر عمودی به بیرون میره. باید تبریک گفت به تو تیم استقلال و ملوان بندر انزلی که به خصوص در نیمه دوم یه بازی جانانه ارائه دادند. همه بازی های لیگ اگه همینجوری باشه به واقع من میتونم بگم که میتونیم یکی از بهترین لیگ های آسیا رو داشته باشیم. در برگشت حالا وقتی میرم تو زمین ملوان صاحب یک ضربه آزاد میشن به واسطه خطایی که به روشون انجام میشه. استقلالی ها صاحب ضربه کاشته میشن. 35 ملوان از زمین خارج، رضا اعتمادی و 25 به زمین میاد، صادق محرمی، محصول آکادمی فوتبال ملوان. صادق محرمی ضربه کاشتر، حالا باید بازیکن‌های استقلال بفرستند. توی محوطه جریمه خطرناک است. دفاع به هر شکلی توپ رو از جلوی پای برهانی و سایر بازیکنان بیرون میاره. پژمان نوری دور میکنه. دایره وسط زمین را پایی رو اشتباه دفاع توپ رو میگیره. عجب اشتباهی کرد دفاع استقلال. حمله بازیکن‌های ملوان رو اونها میسازند. خاتمی شوت راه دور و نزدیک بود، نزدیک بود، از راه دور شوت میکنه و کورنر ساخته میشه. ورزشگاه یه پارچه آتیشه. 36 دقیقه از نیمه دوم، 81 دقیقه از کل دیدار. این ضربه‌ای که از راه دور زد ورزشگاه رو به هیجان میاره. کورنر از منطقه راست زمین. دفاع استقلال دست پاچه است. تداوم حمله ملوان بعد از کورنر همچنان دور اطراف محوطه جریمه هستند. حالا از لاک دفاع استقلال بیرون میاد. وسط زمین امتداد حرکت رو قطع میکنه. منم جای داور بودم تردید نمی کردم. کارت زرد رو بیرون میکشه داور مسابقه و سگ جلال رافخواهی از بازی بعد ملوان محروم میشه. سه جلال رافایی سه کارته میشه و در بازی بعد حضور نخواهد داشت. رو دایره وسط خطا کرد و محرومیت از بازی بعد رو به جون خرید، اما امتداد حرکت استقلالی ها به سمت دروازه خودشون رو قطع میکنه. استقلال توپ رو بلند به داخل محوطه جریمه میفرسته. ایمان صادقی توپ رو میگیره، توپی که ابراهیمی فرستاد. صادقی توپ رو در اختیار داره. 83 دقیقه از بازی رو با نتیجه 1-1 مساوی سپری می‌کنیم. ملوان انزلی 1 استقلال تهران 1. خطا به سود ملوان. نزدیک نقطه کرنر منطقه راست. پژمان نوری پشت توپ. این شروع مجددها از هر نقطه‌ای که باشه خطرناکه. پژمان نوری گارد میگیره، آماده برای ارسال میشه. اجازه میده که هم تیمیش بفرسته توی محوطه جریمه. دفاع همه جانبه استقلالی ها همچنان پشت محوطه جریمه. یوسف زاده. ملوانی ها دور اطراف محوطه جریمه استقلال. خط طولی سمت راست و پرتاب برای ملوان. احتمالا پرغاز میره و پرتاب بلند رو انجام خواهد داد. پرتاب بلند ملوانی ها انجام خواهد شد تو غلغله جمعیت حاضر در ورزشگاه. بلند به داخل محوطه جریمه. از سر پژمان نوری توپ رد میشه و از منطقه چپ حالا استقلالی ها میخوان حرکت بکنند. خطا میکنه پژمان نوری. هرار میگویم
جاسم کرداف وسط زمین تیه حرکت از جاسم کرداف خطا به روی او. بازی ادامه داره. آقای احمد صالحی داور اهل اصفهان نزدیک به صحنه. بازی با سرعت قابل قبول. خاتمی دایره وسط بازیکن 38 ملوان ها. 85 دقیقه از بازی سپری میشه. دو تیم یک یک مساوی هستند. امتیازها تقسیم شده. هرر میگوین جاسم کرار، میلاد نوری، جاسم کرار تو زمین ملوان میگیرن توپ رو. اشتباه از بازیکنان ملوان. صادق محرمی اشتباه کرد توی محوطه جریمه. عزیز معبودی یه تکل خوب، بیشترین حضور رو در این فصل در ترکیب ملوان عزیز معبودی داشته. 1850 دقیقه قبل از این بازی، 90 دقیقه این بازی رو هم اضافه کنید. به طور متقابل در تیم استقلال 2215 دقیقه سجاد شهبازداده در زمین بوده که بیشترین حضور رو داشته. 90 دقیقه این بازی رو هم اضافه بفرمایید. بازی متوقفه. خب من تیم پزشکی ملوان ها رو میبینم که تند و تیز میان. مثل که دروازه‌بان دچار مشکل شده. ایمان صادقی دچار مشکله. من ایمان صادقی رو میبینم یاد اون بازی عجیب و غریب پرسپولیس و ملوان میافتم تو استادیوم آزادی که ایمان صادقی یادتونه دقایق پایانی اخراج شد و مازیار زاره اومد جاش پیرانه دروازه‌بانی پوشید و سایر ماجراها که خلاصه بعد اون بازی پرسپولیس ملوان بود که با پیروز کریمی ملوان چند تا برد پشت سر هم آورد. بعد از اون پنالتی که مازیار زاره در هیبت یک دروازه‌بان گرفت. خب صادقی از جای خودش بلند میشه. به بازی برمیگرده دروازه‌بان ملوان. بازی یک یک مساویه. با پای چپ بلند میفرسته دروازه‌بان ملوان بندر انزلی. استقلال یک ملوان یک. صادقی تو به برگشتی استقلالی ها رو در آغوش میکشه. من باید تشکر صمیمانه بکنم از همکارانم در واحد فنی مهندس پیشوری زحمت کشیدن مایکروویو آقایان رحیمی و گروسی و صدا بردار پخش رادیو گیلان آقای نصیری، غلامرضا نصیری، خواهر خوبم خانم هاشمی گوینده پخش مرکز گیلان، ترابری مرکز گیلان آقای معنوی و دستیار تیاق افشین هوایی، تهیه کننده آقای مصطفی حسن نژاد. منم کامران جعفری که خدمتگزار شما. اگه کم و کاستی تو گزارش بوده تا این دقیقه به بزرگواری خودتون خواهید بخشید و بلند بالا خسته نباشید به همه برابچه های صمیمی رادیو ورزش. تو به بلند استقلالی ها توی محوطه جریمه، در حالی که حدود 87 دقیقه از بازی رو سپری میکنیم. ملوانی ها هنوز دور اطراف محوطه جریمه. شوت زنی به تیر عمودی دروازه استقلال. عجب شوتی بود. پژمان نوری توی محوطه جریمه، مازیار زاره و بالاخره به قائل خاتمه میدند. خطر از میخ گوش استقلال میگذره و دروازه باز نمیشه. توپ رو بر میگردونن. حالا میان به زمین ملوان بندر انزلی. شوت ناگهانی و توپ به تیر عمودی خورد. عجب موقعیتی بود. توپ هنوز تو زمین استقلال. دروازه‌بان دور میکنه. فروزان، عنایتی، قبل از او دفاع. شماره 17 یعقوب کریمی با پای چپ. میلاد نوری خطا به روی بازیکن ملوان گرفته میشه. عزت پورغاز توپ رو میکارند. دروازه‌بان تیم ملوان پشت توپ. 88 دقیقه و 40 ثانیه از بازی رو پشت سر میذاریم. هنوز فرصت هست برای بازگشایی دو دروازه ملوان و استقلال. بازی یک یک مساوی. خاتمی، یوسف زاده، واقعا بازیکن‌های تهاجمی، عنصرهای تهاجمی ملوان آزاردهنده هستند برای هر تیمی.
و با درک این موضوع برای رها شدن از این تمرکز تهاجمی برهانی رو آورد نیمه دوم. آقای امیر قلعه‌نویی بازیکن هایی که در شرایط سخت تمرین میکنند، عضلات بیدار دارند و همیشه تو این ورزشگاه مقابل هر تیمی میتونن بازی محکمی ارائه بدن. استقلال تو این بازی تو منطقه دفاعی به خصوص تو نیمه اول خوب کار کرده بود. توپ در زمین استقلال، آبی پوشان توپ رو میگیرند، آغاز یک حمله. میلاد نوری، رضا عنایتی و پرتاب از جبهه راست زمین. 8 ثانیه دیگه نیمه اول، نیمه دوم تمام شده هست. نیمه دوم حالا پروندهش بسته شد. 3 دقیقه وقت اضافه، ما 93 دقیقه خدمت گذار شما هستیم. حالا پژمان نوری دایره وسط، بازی سازی از این بازیکن، کاپیتان ملوان ها. توپ رو لو میدند سفید پوشان ملوان، ضد حمله از استقلال. شهباز زاده، عنایتی، جاسم کرار، بازی خطرناک. میلاد نوری به داخل محوطه جریمه، دفاع دور میکنه. استقلال حالا فشار میاره. امید ابراهیمی، استقلال تیمیه که لحظات پایانی همیشه در این فصل مشکل ساز بوده برای حریفان. ملوان به لاک دفاعی فرو میره. تماشاچیان ملوان دچار استراب میشند. پرتاب برای استقلال. 91 دقیقه گذشت، 2 دقیقه به پایان. خاتمی به دفاع کمک میکنه. مازیار زاره حالا تیم رو از لاک دفاعی بیرون میاره و حمله از منطقه چپ، حمله خطرناکیه. معبودی استارت میزنه و خودش زمین میخوره. به هر شکل ممکن من نفهمیدم چطوری توپ رو به مازیار زاره رسوند. به هر شکل توپ به بیرون میره. اونجا بازیکن استقلال رو میکشه و یک کارت زرد. عزیز معبودی کارت میگیره. به نامون مینویسیم و یادداشت میکنیم. توپ زیر پای بازیکنان استقلال در زمین خودشون. به جاسم کرار میگویان میده، توپ رو به جاسم کرار مانور میده. سجاد زاده، کاملا ملوانی ها دفاع میکنند. فرصت برای استقلال، میره که دروازه باز بشه و نزدیک بود که دروازه رو باز بکنند. تو لحظات پایانی دروازه رو کج میبینه و توپ به بیرون میره. برهانی بود که یه موقعیت 100% گل رو از دست میده. هر کدوم از دو تیم تو این لحظات پایانی یک موقعیت 100% گل داشتند. اگه این توپ گل میشد توسط برهانی، دیگه من با قاطعیت به خدمتتون میگفتم کار تمومه برای ملوان. بازیکنان استقلال همچنان در موقعیت حمله و خیلی تعجب میکنیم که تیم میزبان چطور این ریسک رو پذیرفته که عقب بشینه و دفاع بکنه تو این وقت اضافه. کار تمومه، داور سوت پایان رو به صدا در میاره و دو تیم با تمام فرصت‌ها و فراز و نشیب‌ها با نتیجه 1-1 مساوی به کار خودشون خاتمه میدند. ملوان بندر انزلی 1، استقلال تهران 1. اگه کم و کاستی عزیزم تو گزارش من بوده به بزرگواری خودتون ببخشید. به برابچه‌های رادیو ورزش و رادیو گیلان خسته نباشید میگم و تا فرصت دیگر با شما خداحافظی میکنم. پیروز باشید.